Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Masood of Africa. I support the training Sabre Travel Network of Afghanistan. دوست عزیز در ویدیوی کانونی می خواهیم که برای شما سر موضوعات فیر، پرایسینگ و رول صحبت کنم. خب دوست عزیز قبل از گرفتن آیتینری می خواهیم که اولا یک پلتفرم یا یک فانکشن برای شما تشریح کنم که به نام جورنی ریکارد یاد میشه و شما می توانید از طریق از اون فلایت های جدید به شکل آسان و بدون اویلیبیلیتی یا سرچ کردن دریافت کنین و چیپست فلایت، بیست روت و بیست آپشن شما میتونین در او به شکل ساده ساده و آسان دریافت کنین. جی آر دوستا آپشن است، فانکشن است. وقتی جی آر شما انتر میکنین به این شکل یک ماسک اسکرین کلان بر شما نمایش داده میشه و تعقیب شما در قسمت اکشن به اینجا پی انتر میکنین. خب اکشن های مختلف داریم، به اینجا که ما عموما در سطح ترابل اجنسی از پی استفاده میکنیم، یعنی پی فور پرایس. بعد شما دوست عزیزم در قسمت بعدی که اوریجنت مشخص میسازیم، مثلا اوریجنت کجاست، مثلا کابل، نکست کجا میره، مثلا L4 یعنی لندن ایترو، کدام تاریخ، مثلا تاریخ 20 فوریه. اوکی okay. اگر ایرلاین باش مشخص میخواین بکنین، کریر کد در اینجا مشخص میکنین، مثلا EK. اگر نمیخواین که به این شکل میمونین و هر روتر که خودش مناسب دید بر شما دیتیلز میده و برگشت. مثلا پس دوباره کابل از کدام تاریخ، تاریخ 10 مارچ. من مثلا کریرش مشخص میکنم یا EK میگیرم به شکل امرسیال میگم سرچ کنم. و دوستای عزیزم شما در قسمت پایین پایین در این قسمت شما میبینید پسنجر تایپ 1 ادلت است، یعنی فیار که کریت میشه و سیتی که گرفته میشه بر یک نفر ادلت اینجا فیار یا سیت گرفته میشه. و همچنان شما میتونید همین طریق از طریق میتونید که سیت دیگر هم با دیگر پسنجر تایپ ها خودتان سده کنید، مثلا 1 CNN یعنی چارت، یعنی مثلا 1 INF یا اگن فان. به این شکل شما میتونید انواع و اقسام پسنجر تایپ ها رو شما روت شه بگیر. مثلا من انتر میکنم اگر سیستم می کنکشن این پروگرس هست، بعد از کنکشن این پروگرس هست برای من آپشن کریت میشه، میگه آیتینری آپشن نمبر 1. در هر آپشن شما آیتینری هم میبینین، مسیر های پرواز هسته، البته در این قسمت کریر کود هسته، فلایت نمبر هست، کلاس هایش هست، تاریخ های پرواز هست، روز های هفته هست، روتینگ هست، تایمینگ هست و همچنان همی مدل ایرکرافت و دایرکت فلایت بر شما آیتینری نشون میده. و در قسمت فیارش دوستا مثلا یک نفر عدلت هسته که یک نفر عدلت مثلا $1,140 تمام میشه و شما یک نفر عدل دارین و مثلا یک نفر چایلد هست که $909 شما تمام میشه و یک نفر هم انفند هست که $129 انفند تمام میشه. یعنی یک آپشن شد، آپشن بعدی با تعقیبش میاد عین چیز. و اگر میشه که تایمینگ های فلایت ها فرق داشته باشه یا کدام تغییرات در قسمت فلایت ها باشه، مثلا کراس آف لورنس در کنار سفر ما MD میکنم، MD دوست عزیز ببینین آپشن های دیگر. تا مثال مسافر میگه که ایخو فلای دوبای آپریشن میشه، یعنی مسیر کابل دوبای توسط فلای دوبای آپریشن میشه، ما تکتی را بگو تمامش کل امرتس باشه. ما مثلا MD کده میرم در قسمت آخر ببینین آخرین فیاره که به من کریت میشه تقریبا 2178 روپس و تمامش خود فلایت های امرتسی ایرلاین است، درست است؟ یعنی خود امرتسی ایرلاین از کابل تا لندن و لندن به کابل آپریشن میکنه. آپشن چند تومه است؟ آپشن شام جی آر جورنی ریکارد 06 نمبر 6، آپشن 6 رو میگه پیک اپ کنم، انتر میکنم. خب دوستا سیستم برای ما روتینگ میگیره، البته ماسک فیر یا پرایسینگ اینجا اوپن میشه. در آخر شما دیسپلی های کنیم ببینید شما آیتینری شما حالا آماده شد و در این قسمت شما دو سیت گرفتین برای دو نفر، یعنی یک عدلت یک چاک و یک انفند رو میتونین با عدلتش اسوسییت کنین، یعنی یک نوع انفارمیشن از دوستان. خب یک طریقه بود، من از این طریق جی آر رفتم سیت گرفتم و شما جی آر را دیدین و میدونین در بعض موارد از جی آر استفاده کنین. بعدش دوستا در مرحله پرایسینگ، خب پرایسینگ به دو حالت دوستا صورت میگیره، هم قبل از ریزرویشن یا قبل از پینار جور کردن صورت میگیره پرایسینگ و هم بعد از پینار جور کردن. در حاصل بیشتر پرایسینگ قبل از پینار کریشن صورت میگیره، یعنی قبل از اینکه پینار کریت کنن اول پرایسینگ انجام میدن. فرست کامنت یا فرست آپشن به خاطر پرایسینگ چیز دوستا WP Well your price. وقتی که انتر میکنین دوستا در اولین مسیج سیستم به شما چی میگه؟ پسنجر تایپ ادلت، یعنی چارت پایین که برای شما کریت شده و معلومات راجع به فیر برای شما میگه، فیر تیکت برای شما کنفرم میکنه. این دیتیلز برای کی است؟ برای
مسافر تایپ ادلت است، یعنی چایلد اند فاند ای فیر زمیمه نیست. و همچنان دوستان عزیز، اگر شما در اینجا 4 سید یا 5 سید یا 6 سید یا 7 سید ادلت تنها داشته باشین، فیر را که میده در پایان بر تمامش نیست، البته بر یک ادلت میده فیر را و او را شما ضرب 4 یا 5 یا 6 به تعداد کسایی که گرفتین اینجا انجام میتین. خب پس اینجا کابل اکس دوبای لندن، لندن اکس دوبای، دوبای کابل، این روت است که مسافر میره. کدام کاریر بک شده؟ کاریر امریتس ایرلاین، ترکیش تی کلاس، کلاس هایش است و همچنان تاریخ های پرواز است، بیس فیار است و تقریبا حدود 3 کیجی وزن حق داره. و دوستا در این قسمت فیار بیس کو، در قسمت فیار بیس کو میبینید که بیس فیار یا فیار اصلی، نرخ اصلی 515 دلار است و همچنان در اینجا که تکس اینکلود میشه تقریبا به این تعداد تکس اینکلود میشه سر 515 دلار و توتال چی داره که شما با ایرلاین چارج بلستین یا شما برای ایرلاین پی بلستین 1140 دلار است. درست است دوست عزیزم؟ و در قسمت پایین دیتیلز اضافی است که بعضی اوقات ما به خاطر دیتچین جاری فاند از استفاده میکنیم و در اینجا بعض اتنشن مسیج های میباشه که بر شما پاس میکنه، ایرلاین رو استفاده میکنین نظر و ضرورتتان. دوستا ببینین میگه بیس فیر، ببینین دوستا حال این خو این فیر را که در بالا بر بیس فیر و تکسا و توتال فیر را که داد، این بر یک نفر عدل از دوستا، یعنی با بیشتر از یک نفر عدل نیست. اما در پایین ببینین میگه بیس فیر تقریبا شما برای دو نفر عدل تقریبا در حدود 1030 دلار شما بیس فیر ببرستین و 1249 دلار برای دو نفر عدل تکس ببر میباشین. اردوش جمع میکنه قیمت اصلی تکت بود 1140 دلار، فعلا 2279 دلار شما توتال تکت باید است با ایرلاین چی باشین؟ پیبر باشین، یعنی بر تمام مسافرین تام، یعنی برای 3-4 نفر مسافر یک جای. و همچنان دوستان اگر شما خواسته باشین این خود توتال وقتی ما دبلیو پی میکنم به ما سگمنت وایس نمیگه، یعنی کل آیتینری بر ما پرایس کرده، یعنی کابل دبی، دبی لندن، لندن دبی، دبی کابل. طور مثال اگر مسافر از ما پرسان میکنه که تمام مسیر کابل دبی، دبی کابل بر ما فیار بدین، کد چیز WP value or price S for segment segment 1/4، یعنی دوستا سگمنت اول و سگمنت چهارم، سگمنت اول کابل دبی، سگمنت چهارم دبی کابل است. بایی رقم برش پرایس میکنین، WP انتر میکنین و سیستم بر شما تنها ببینید کابل دبی، دبی کابل است، 90 دلار بر یک نفر عدلت فیار میکنه و بر دو نفر عدلت 780 دلار. و همچنان دوستای عزیز شما به اساس در کل شما اگر خواسته باشین که تکس دیسپلی کنین یا تکس بریک داون در داخل از یه اتنری دیسپلی کنین، WPDF میکنین، تمام تکس هایی که در داخل از این آیتینری استفاده شده یا در مسیر جریان از این پرواز استفاده میشه شما دیده دیدم میدارین. اکثریت این تکس ها دوستا با وقتی که شما مسافر شما ضرورت پیدا میشه که به خاطر ریفند یا پارشل ریفند باشه یا مثلا اکسچنج باشه، در اون صورت ما به تکس ها ضرورت پیدا میکنیم و شما میتونید که از طریق تکس ها رو وصول کنید. خب دوستا ما آیتینری خود دوباره یک بار دیگه دیسپلی میکنم و همچنان میخوام که به ادامه گپای خود price with multi currency type، یعنی دوستا شما میتونید تنها با یک دلار یا درهم یا افغانی نمیتونید پرایس کنید، با انواع و اقسام کرنسی تایپ ها میتونید پرایس کنید. طور مثال ما این تیکت ریزرویشن گرفتیم، میخوایم چک کنیم که اگر من این تیکت از مارکت دبی صادر کنم در چه مقدار درهم صادر میشه. مثلا دبلیو پی میکنم value or price مایک منی AED درهم، واید پولی درهم، انتر میکنید، تقریبا توتال تیکت بر یک نفر عدلت شما تمام میشه 4230 درهم. درست است؟ این طریقه پرایس کردن سگمنت ها بر اساس زیر. و همچنان دوستان مثلا شما مثلا مسافر میگه تیکت یک طرفه را اگر مثلا من صادر کنم چی رقم میشه؟ تنها یک طرفه شه، یعنی وان وی. من مثلا وان وی را اگر از مارکت دبی صادر کنم تیکت شه یا از مارکت امارات صادر کنم، دبلیو پی ویل یور پرایس اس سگمنت، اس استند فور سگمنت، سگمنت 1 اند 2، سگمنت اول و دوم، سگمنت اول و دوم کابل دبی، دبی لندن وان وی میشه، کراس آف لورنس مایک منی ایدی درهم. درست است؟ بله، برای ما دیگه سیستم ریسپانس میده میگه شما تی کلاس گرفتین، اما اگر وان وی رو چک میکنین با دا وان وی کلاس های تانا چینج کنین با کی کلاس و با واحد پولیش درهم، یعنی بیس فیرش 460 درهم میشه، جمع تاکس 940 درهم، توتال 2400 درهم تکیت بر مسافر شما از کابل و لندن ایترو صادر میشه. درست است؟ یعنی به این شکل شما میدانیم که فیاره وان وی را چک کنیم. خب دوستا
شما حالا میبینید که ما تمام وای کلاس ها را پیک اپ کردیم، یعنی وای کلاس ها را بوکینگ گرفتیم، ما ریزرویشن وای کلاس ها است، یعنی هایست آر بی دی کلاسز، هایست آر بی دی کلاسز. ما میخوایم که بارگن فندر انجام بدیم. بارگن فندر از نامش پیداست، جای چرنزنی یا جایی که فیرار شما میتونید یک ارزان ترش یا لوست چک کنید. دوستان ما WP میکنم، ولی ور پرایس میگم، پرایس فیلان هم ویتی نهی وای کلاس گرفتیم چند است میگه برای یک نفر مسافر 2280 دلار تقریبا 80 دلار تمام میشه و برای دو نفر مسافر 4560 دلار این تیکت تمام میشه. ولی که من میگم که نمیشه که کدام کلاس ارزان تر باشه. من خود وقتی که اولیبیلیتی میگرفتم وای کلاس خودم پیک اپ کردم، اما میشه کسی که ارزان تر هم باشه. پس چی میکنم؟ WPNC میکنم یک بار، ویل پرایس نچرال کرنسی انتر میکنم. حالا شما در قسمت ما WPNC کردم، شما در اینجا دوستان میبینین که سیستم بر من مسیج میده که شما قبلا وای کلاس ها گرفته بودین، یعنی ما در این قسمت شما وای کلاس ها گرفتین پیک اپ کردین، حالا ما در اینجا برای شما تی کلاس ها ولید دارین در سیستم و قیمت تی کلاس تقریبا به یک نفر عدد 1139 دلار یا 1140 دلار میه و توتال تیکت 2279 دلار تمام میشه، یعنی قبلا 2280 دلار بر ما یک عدل تمام میشد تناوان رفت و برگشت، اما حالا به دو نفری قیمت ما داریم. خب حالا ما میخوایم که کلاس ها رو چی کنم، چینج کنم، و در اینجا سیستم برای شما مسیج میده میگه اتنشن چینج بوکینگ کلاس، بوکینگ کلاس ها رو چینج کنید، سگمنت اول تو تی کلاس، نمبر سگمنت نمبر 2 تو تی کلاس، نمبر 3 تو تی کلاس، نمبر 4 تو تی کلاس. اوکی یا رکورش به تی کلاس میگه کنفرم کنید. حالا ما اگر برم دانه دانه هر کدوم رو چینج کنم که ویل چینج سگمنت مثلا 1 تو تی کلاس یا مثلا نمی رقم 2 تو تی کلاس به شکل این سو وقت میگیره، ما چی میگم؟ WPNCB میکنم ویل پرایس نشنال کرنسی ریبوک، ریبوکش میکنم، اوتومات خود سیستم وای کلاس ها را لفت میکنه، یعنی الاش میکنه، ترکش میکنه و بجایش تی کلاس بر ما چی میکنه؟ پیک اپ میکنه و فعلا تی کلاس ما آماده چی هست دوستا؟ سلس هست. و همچنان دوست عزیز در بعض موارد میشه که بعض پسنجر هاست پیش شما سوال کنه، خب مثلا یه دو تا پسنجر ما تارگت ما بود که یا ما سابجکت ما بود که یک چایلد یک ادلت یک انفانت بود، اما حالا دوست عزیز شما مثلا در این قسمت مجبور میشین که یک ادلت است یک چایلد است یک انفانت است، مگر من که دبلیو پی میکنم فیر برای توتال برای ادلت میده، یعنی ما چایلد انفانت اینجا نداریم، چی رقم فیر چایلد انفانت اینجا بگیرم؟ دسپلی آی میکنین دوستا، اول کاما یک میکنین چون ما دو سید گرفتیم، هر دو سید باید سیلا کنم، فقط یک سید باشه اینجا پیش ما، تا که یک سید نباشه ما فیار چایلد انفانت گرفتن نمیتونم. خب دوستا یک سید ایلا شد، حالا فعلا یک سید دارم مثل سوان شد و حالا ما فیار چایلد میگیم، دبلو پی میکنم باس پی سی ان ان چایلد انتر میکنم، فیار چایلد تقریبا 909 دلار تقریبا میاد. خب حالا ما میخوایم که فیار انفانت بدست بیارم، دبلو پی پی INF میکنم دوستا، پسنجر تایپ انفند برای ما فیر انفند برای شما کیت میکنم، یعنی فیر انفند 129 دلار درست شد دوستا و بعدش مثلا فیر شما کنفرم کردین و پس دوباره میتونم که من اینجا چی کنم سیت اد کنم، درست است سیت پس دوباره اد شد SS2 کردم دوباره دونان سیت برای ما سیستم کنفرم کرد. و دوستا مثلا اگر شما خواسته باشین که بارگن فندر رو در سگمنت وایس استفاده کنید، به اساس سگمنت وایس هم استفاده کردن میتونید مثلا WPNC کراس آف فلورنس سگمنت 1/4، یعنی تنها مسیر کابل دبی، دبی کابل اگر ما ببینیم که ارزش ترین کلاسش کدام است، کراس آف فلورنس مایک AFN افغانی با کرنسی افغانی برمشون. ببینید دوستا کابل دبی، دبی کابل میگه تی کلاس بر شما ولید است و قیمتش توتال تقریبا 29,570 افغانی میه، درست است؟ به حساب کرنسی افغانی کنورتش کنید برای شما به حساب افغانی فیر میده و از دو نفر تقریبا 59,140 افغانی. خب دوستای عزیز یک آپشن بعدی که آپشن آخری هم گفتم میداریم در قسمت پرایسینگ، این بسیار زیاد آپشن کاربردی است و استفاده زیاد میشه، WPNI دوستا ما امارات ایرلاین گرفتیم، کابل دبی، دبی لندن، لندن دبی، دبی کابل، اما من نمیفهمم که خب امارات ایرلاین ما به تقاضای مسافر گرفتم یا به خاطر آپشنی که خودم در ذهنم می اومد من امارات ایرلاین گرفتم،
اما در جریان همه کاری که من کردم تا بال میشه که یک کلاس ارزانتر دیگه در مارکت تازه ریلیز شده باشه یا مثلا یک روت دیگه نو جدید کرییت شده باشه و یا سیستم خودش برای من یک روت خوبتر بده. درست است؟ مثلا من چی میکنم؟ WPNI میکنم. بعدش شما وقتی که انتر میکنید WPNI این میگه Bargain Finder Plus and Progresses Please Wait. اوکی پلیز وید میگه که این بر شما سرچ میکنه که کدام فیار ارزانتر دیگه در این مسیر بر شما پیدا کنه میتونه یعنی در میرود این بر ما چی سرچ میکنه میگه اپشن اول که شما گرفتین امریتس ایرلاین است تقریبا 2279 دلار بر شما تمام میشه امیر رود بر دو نفر البته تو عدلت گرفته دیگه ببینین یک عدلت اینقدر ضرب دوش میکنه اینقدر توتال میکشه توتال فیارشه ولیکن اپشن دیگر بارگن فندر پلاس ایتنری اپشن نمبر اپشن نمبر 1 آپشن نمبر 1 دوستا چی است؟ ترکیش آنلاین 2279 یا 280 بگیری میشه برای شما امریتس آنلاین تمام میشه درست است؟ و کنکشنشون ببینید، استیشن ببینید، کل چیز چند نظر بگیرید در پایین بر من یک فیار دیگر میتونید در لیما کلاس 2064 دلار یا 2065 دلار و هم در کدام آنلاین؟ در ترکیش آنلاین و سیستم بر من میگه که یعنی تقریبا در اینجا تفاوتش در حدود 200 دلار یا 190 دلار هم قدر با شما تفاوت میه شما میتونید تفاوتش رو ببینید و این کیس اگر کدام تغییرات میخواییم بیاریم مثلا میتونید در همین حال شما برای مسافرتان بدون از اینکه شما آیتینری بالا را لفت کنین یا یه کنسل کنین یا سیتا را دست بتین آپشن بعدی را میتونید چک کنین و برای مسافرتان اگر آپشن دیگه میتونید که یعنی اگر امارتس خوب نیست خوب میتونید ترکیش آنلاین هم بگیریم مثلا من کراس آف فلورنس دارم امدی میکنم امدیش میکنم ببینید ترکیش آنلاین با ما فیارای جدید چه کریت میکنم تمامش ترکیش آنلاین است و بلندترین فیارش تقریبا تا حدود 2150 دلار فیار میه و ما ایره یعنی بیس فیار تا فیلن که ما دارن 2064 یا 65 دلار است. خب دوستان حالا مثلا ترکیش بیست اپشن است اپشن اول و مسافر میخواد که امی آیتنری امریتس خود به جای ترکیش ریپلیس کنه یعنی چینج کنم چی رقم من امریتس آنلاین لفت کنم و به جایش اتومات را پیک اپ کنم برو پس دوباره اویلیبیلیتی بگیرم نخاین دوستان در این قسمت میایین شما در آخر اینجا نشته میکنین ویل چینج یعنی چینجش کن چی را چینج کن کراس آف لورنس کدام اپشن آپشن چندم رو ترکش؟ آپشن اول درست است؟ 0-1 آپشن اول چینج کو برم کلی آپشن امریتس آنلاین ببینید دوستا حالا وقتی من دسپلی آی میکنم در همین حال دوست عزیزم که من آیتینری ترکیش آنلاین ندارم امریتس آنلاین البته آیتینری ترکیش آنلاین رو برای من گرفته اینجا در این سگمنت کدام مشکل نیست و شما چی میکنین؟ حالا اگر میخواین که امریتس آنلاین ترک کنین یا کنسل کنین نشته میکنین X1 یعنی کنسل میکنم سگمنت اول تا به کدام سگمنت تا سگمنت پنجم که ارنگ نشته شده up to 5 انتر پس دوباره دسپلی آی کنین سگمنت های ترکیش آنلاین پیش شما ولد است میتونین برین ریزرویشن تانو بگیرین و برای مسافرتان فیار یا تکت شه انجام بتونین پروسس کنین خب دوستا در این قسمت کار میخوایم که سر رولز صحبت کنیم رولز البته دوستا یک آپشن نداره یعنی یک وی ما به خاطر پیدا کردن رولز نداریم ما به خاطر پیدا کردن رولز راههای مختلف داریم و آپشن های مختلف داریم اضافه تر از 10-15 آپشن داریم که بتونیم رولز رو کریت کنیم در سیبر اما بیست وی به خاطر که شما دوستا هر زمانی که به رولز ضرورت تان میشه و پنالتی سه میخواین چک کنین از طریق خود آیتینری بر شما بیان میکنم که هر زمانی که شما خواسته باشین در این دسترسی داشته باشین فقطا آیتینری ارنج میکنین در این قسمت برش نشته میکنین WP Well Your Price اوکی؟ اول در پرایس داخل میشین بعد از اینکه در پرایس داخل شدین آپشن میتین WP Well Your Price Rule Display Display میکنی M رول دسپلی ام وقتی که میدی رول مینو رو دسپلی میکنه یعنی تمام رول ها رو میکشه یعنی تقریبا چقدر رولی که وجود داره اینجا ببینید دوستان تمام از این رول ها رو برامون میکشه یعنی هر کدام که شما خواسته باشین که اوپن کنین
و سرش کلک میکنیم و اوپن میشه. اما دوستان ما میخوایم که یک رول مشخص اوپن کنم. مثلا رول چی رو اوپن کنم؟ پنالتیز. پنالتیز بسیار زیاد رول عامیانه است و بسیار زیاد استفاده میشه. کاربرد دوروانه بسیار زیاد است. دوباره مثال ما در پنالتیز مراجعه میکنم. پنالتیز نمبرش از 16 نشته میکنم. WPRD World Price Rule Display باز دسپلی میتونم نشته میکنم C. C for chapter. یعنی هر رول سره که دوستان شما میبینین یک چپتر است. رول پنالتی 16. چپتر نمبر 16. انتر میکنیم دوستان عزیز، رول شماره 16 بر ما اوپن میشه و به این ترتیب دوستان شما میتونین که رول تیکت رید کنید. این دیگه قدم میرین و چقدر که شما ضرورت دارید ببینید کنسلیشن رول، بیفور دیپارچر، افتر دیپارچر، چینجز رولز، هر رولز دیجا ذکر شده، درست است؟ و طور مثال دوستان عزیزم، حالا خب ما ال کلاس بود کلش یک رولز بود و همو ال کلاس ها کلش یک پالیسی داشتن. من ال کلاس ها را چک کردم. حالا مثلا من کلاس ها را چینج میکنم دیگه داشت تغییرات میارم. مثلا سگمنت اول خود و سگمنت آخر خود، سگمنت چهارم کابل استانبول و استانبول کابل وای کلاس میسازم. یعنی در کلاس ها دیفرنس میسازم. باز میبینیم که چه سیستم با ما چی جواب میدن. مثلا ویل چینج 1 تو وای کلاس، ویل چینج 2 سوری ویل چینج 2 تو ویچ کلاس تو وای کلاس. دوستان میبینه سگمنت اول و دوم ما کابل استانبول استانبول لندن گیتوی چی شد؟ وای کلاس چند شد و این دو سکتور دیگه ما کس هنوز همین کلاس هست. حالا ما دبلیو پی میکنم، اول خوب مجرد دبلیو پی میکنم. خب دبلیو پی آپشن دوستان که پشت ازی نمیگرده که شما کدام کلاس ارزان گرفتین یا قیمت گرفتین یا کدام کانفرمنس یا کدام نیست. اما هر کلاس را گرفتی اما هم کلاس را بر تو فیار شمیده. مثلا وای کلاس ها و اید کلاس ها رو توتال جمع میکنه و من فیار میتن 3376 دلار یا 77 دلار. WPRD Display Chapter Number 16 درست است؟ یعنی رول چپتر نمبر شده. میگه Multiple Rule and Condition Exist Segment Select CWPL. میگه سگمنت وای سلیک کو، یعنی که اینجا دو رولز شد دوستا، یکی رولز وای کلاس هاست یکی ال کلاس هاست. هر کدامش رولزش متفاوت است. ما چی رقم میتونم رول از یار تفاوتش پیدا کنم و چی رقم میتونم که به حساب جدا جدا رول چک کنم؟ یعنی پیدا کنم که کدامش موست رستریکتیو کلاس هست. وای کلاس داور مثال، خب وای کلاس کدام کلاس هاست؟ چی رقم رولش رو میخوام چک کنم؟ WPRT Display 1 این فانکشن است. کلاس ها فلورنس سگمنت وایز. سگمنت کدام کلاس ها رو میخوام چک کنم؟ کلاس های وای کلاس. وای کلاس در کدام سگمنت هست؟ سگمنت یک، سگمنت دو. سگمنت وان اند تو. کلاس ها فلورنس. اوکی. چی رو میخوای چک کنی؟ چپتر نمبر 16. رولش رو میخوام چک کنم. ببینین رول وای کلاس ها برمه اوپن شد. میگه بوک کدام کلاس؟ وای کلاس. چینجز رولز. اینجا برمه اوپن. و همین رقم اگر شما خواسته باشین که از کلاس های دیگر چک کنید، مثلا دو سگمنت دیگر بود، نه سگمنت 3 و 4 بود، او 4 بود کلاس ها فلورنس چپتر نمبر 16 دیده؟ اینجا بوک لیما کلاس، درست است؟ یعنی چپتر نمبر 16 به شکل بوک شد. در این قسمت کار ما کلاس خود توقف میتونم. اگر کدام سوال باقی مانده باشه یا با شما مبهم بوده باشن، امروی بخش کستومر سپورت و ترینینگ سیبر ترابل نتورک مانستان به تماس شوین و اگر کدام ویدیو خاص هم میخواییم سرش صحبت کنیم، بازم در جریان بگذاریم ما را تا بر شما ویدیو را آماده بسازیم و بتانیم دیگه دوستای ما را در قسمت آموزش سیبر به شکل ادوانس کمک و همکاری کنیم. تشکر از توجه شما و من الله توفیق.